سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 6 خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 سرطان سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 جولای سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، ادعای تازه پاکستان در مورد موجودیت TTP در افغانستان. آسم منیر میگوید موجودیت مخفیگاه های امن TTP در افغانستان امنیت پاکستان را مختل ساخته. واکنش آمریکا در برابر ادعای اخیر مقامات پاکستانی. جان کربی میگوید مهاجرین افغان در فعالیت های تروریستی پاکستان دست ندارند. اردوغان برای جلب سرمایه گذاران خارجی عزم سفر به کشورهای خلیج گردیده. والهم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. پاکستان افغانستان را متهم به داشتن جاهای امن گروه های TTP نموده است. اولوی درستیز پاکستان میگوید فعالیت آزاد TTP در افغانستان و موجودیت مخفیگاه های امن آن سبب افزایش حملات در پاکستان گردیده است. اما کابل این ادعا را رد نموده و میگوید نیروهای پاکستانی در تامین امنیت این کشور ناکام شده و اکنون به خاطر تغییر ذهن مردم خود مسئله TTP را به افغانستان راجع میسازد. کارشناسان این چنین ادعاها را تلاش به متهم نمودن افغانستان به پرورش تروریستان میخوانند و به گفتهایشان با این امر پاکستان میخواهد از جهان پول به دست بیاورد. مقامات نظامی پاکستان افغانستان را یک بار دیگر متهم به فعالیت آزاد گروه TTP در این کشور نموده است. آسم منیر لوی درستیز نیروهای پاکستانی در یک نشست نظامی گفته دلیل اصلی افزایش حملات و ناامنی های اخیر در پاکستان موجودیت مخفیگاه های امن گروه TTP در افغانستان است و در این کشور آزاد فعالیت می نمایند. منیر اضافه می کند اکنون TTP اسلحه پیشرفته در دست دارد که آنها را با تهدید روبرو نموده است. جاهای امن گروه TTP در کشور همسایه عمل آزاد به خاطر اعمال تروریستی در پاکستان و موجودیت اسلحه پیشرفته با تروریستان. اما امارات اسلامی می گوید اجازه فعالیت را به اعضای گروه TTP در افغانستان نمی دهد و نه هم کسی خاک افغانستان را علیه کدام کشور استعمال خواهد نمود. ذبیح الله مجاهد می گوید اکنون که نیروهای پاکستانی در جلوگیری از حملات تروریستی ناکام گردیدند، به خاطر تغییر ذهن مردم خود می خواهند این مسئله را به افغانستان راجع سازند که هیچ حقیقت ندارند. افغانستان خاوره به هیچ بل هیواد وړاندې استعمال دوت موږ نه پریدو او د پاکستان د ټیټي غړي او افراده موږ اجازه نه ورکړو چې افغانستان کې فعالیت وکړي. خو زه فکر کوم چې دا په داخل د پاکستان کې کله چې دوی له ځینو اقداماتو نه عاجزه کېږي نو امنیتي ځواکونه دې په خطر صدقه خپل خلکو ذهنیت په بله واړي د افغانستان پر دا موضوع تړي. دا په جای نه ده، نو یو عمله چې په پټه کې کېږي یا په داخل د کارونو د پاکستان کې کېږي هغې مسؤلیت خو د بل چا نه ده. هغه د خپل پاکستاني ځواکونه داسې ولې هلته استخبارات نه وو خبر، ولې مخه نه دي نیولې، ولې کچ کړي نه دي، هغوی د څه دپاره دي؟ خاص کر موضوع باید خپلې موضوع ته دوی متوجه شي، د دې بلس تورونه پورې کېږي په نورو هېوادونو تا. اما کارشناسان میگویند پاکستان به خاطر بقای خود مسئله TTP و سایر گروه های تروریستی را مطرح میکند که از امریکا، اروپا و چین پول به دست آورد. باور این است که TTP موضوع داخلی پاکستان است و راجع ساختن آن به افغانستان بازی تازه آغاز شده از سوی اسلام آباد است. دا چې اوس په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، دلته امن او ټیکاو راغلی، دوی نشي زغملی او هڅه کوي چې د خپلې بقا دپاره د جګړې اور ته لمن وهي او د دغو کارونو دپاره پراخ تبلیغاتي مانورونه اجرا کړي تر څو د دوی د خپلو ستراتیجستانو په وینا هم له امریکې د تروریزم په خلاف د جګړې په نوم پیسې واخلي او هم له چین د سیپک د دفاع او امنیت په نوم پیسې واخلي او د خپلې بقا لپاره کار وکړي. پاکستان د پوځ مشر داسې څرګندونه پر حقیقت مبنا نه دي. پاکستان د دې لارې غواړي چې یو سناریو ځان ته جوړ کړي، د ترهګرو د تهدید لاندې ځان معرفي کړي او په میلیونونو ډالر د ایالات متحده امریکا او د اروپا نه لاسته راوړي. خو حقیقت دا دی چې افغانان په ده پوهیږي او نړۍ هم په ده پوهیږي چې افغانان نه ترهګر دي او نه په ترهګرۍ باندې باور لري. د TTP موضوع د پاکستان داخلي موضوع دی.
از سوی دیگر ناظرین میگویند افغانستان هیچگاه در پاکستان گروه های مسلح نداشته و نه هم با کدام گروه مسلح در این کشور رابطه داشته است. آنها میگویند قسمی که پاکستان حکومت مجاهدین را تحمل کرده نتوانستند و در میانشان جنگ های داخلی را آغاز نمود، اکنون نیز نمیخواهد افغانستان نظام نیرومندی داشته باشد و به خاطر مداخله در این کشور مسئله تی تی پی را مطرح میسازد. افغانستان خو په پاکستان کې نه حکومت روسی او مسلح ډله روزلې ده او نه یې د هغې نه ملاتړ کړی دی، خو که حقیقت وایو دا پاکستان و چې دا 15 کاله جنګي ډلې جوړولې او افغانستان ته راستولې تر څو افغانستان وران کړي. کله چې مجاهدینو حکومت ونیو بیا هم دوی هغه حکومت زغملی ونه شو او مجاهدین په خپلو کې سره په جګړه اخته کړه. اوس هم په افغانستان کې دوی یو قوي حکومت نشي زغملی، د غواړي ځان ته د لاسوهنې بهانې پیدا کړي، که پی ټی ټی ده یا نور ګروپونه دي دوی په خپله جوړوي افغانستان ته رالیږي. از دو سال گذشته بدین سو در کنار افزایش ناامنی در پاکستان، فعالیت های گروه تی تی پی و آزادی خواهان بلوچ هم افزایش یافته است که به اساس گزارش ها در هر 24 ساعت بر نیروهای پاکستانی حملات صورت می گیرد و تلفات هم دارد. آمریکا می گوید هیچ شواهد وجود ندارد که اثبات نماید مهاجرین افغان در پاکستان در فعالیت های تروریستی دخیلند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ادعای اخیر مقامات پاکستانی که در آن مهاجرین افغان را در فعالیت های تروریستی در این کشور دخیل دانسته رد نموده است. کارشناسان برای جلوگیری از چنین ادعاهای بی‌بنیاد در آینده خواهان برخورد جدی در برابر مقامات پاکستانی مطابق با اصول جهانی اند. بعد از آن که در چند روز گذشته مقامات پاکستانی مردم افغان را متهم به دست داشتند در فعالیت‌های توریستی در این کشور نمودند، اکنون شورای امنیت ملی آمریکا در مورد همین موضوع می‌گوید که تا اکنون هیچ کدام شواهدی وجود ندارند که این مسئله را تایید کند. نام برده همچنین دخیل بودن مهاجرین افغان را در حملات مسلحانه اخیر در خط فرضی دیورند رد کرده است. What we have found to be a useful process here is dialogue and diplomacy. ما هیچ شواهد را نمی بینیم که اثبات نماید مهاجرین افغان در حملات مسلحانه اخیر در پاکستان و خط فرضی دیورند دست دارند. ما سخاوت پاکستان منحیث یک کشور میزبان در امر فراهمسازی مکانهای بودوباش برای بسیاری از مهاجرین افغان ابراز امتنان می کنیم و ما در بخش مهار و از بین بردن تهدیدات تروریسم با این کشور یک جا کار خواهیم کرد. در همین حال رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان در یک مصاحبه تلویزیونی کنترل حکومت افغان بر تی تی پی را نپذیرفته و در کنار آن تایید کرده که نیت حکومت سرپرست افغان این است که تی تی پی را از حملات در پاکستان دور نگاه دارد. کارشناسان این گونه اظهارات ضد و نقیض مقامات ملکی و نظامی پاکستان را در مورد تروریسم یک نمونه روشن سیاستی دوگونه و ادعاهای خام این کشور می دانند. بلکه این پاکستان است که همیشه در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و می کند. بنان پاکستان فقط بنی ادعاهای خود می خواهد به جهانیا ثابت بسازد که هیچ لانه تروریسم در پاکستان وجود ندارد. ولی برعکس تمام جهان می داند که مرکز لانه های تروریسم در پاکستان وجود دارد. کارشناسان می گویند پاکستان همواره با حکومت های افغان از سیاست های دوگانه استفاده کرده و از طریق پالیسی های مرموز خود می خواهد تا از خاک افغانستان به اهداف استراتژیک خود دست یابد. آنان از حکومت افغان می خواهند تا با چنین اظهارات پاکستان واکنش تند نشان دهد و به هدف عدم اثبات سخنان خود و جلوگیری از ادعاهای بی‌بنیاد به این کشور مطابق به اصول جهانی برخورد جدی نمایند. په داسې حال کې چې د تروریستانو مرکزونه له تیرو څلور لسیزو راپدې خوا په پاکستان کې موجود وو او پاکستان همدغه استخباراتي او نیابتي لوبې په کار باندې اچولې وې او په ټولو لوبو کې هدف دا و چې په افغانستان کې نظامونه ضعیف کړي، په افغانستان کې نظامونو ته سکوت ورکړي، د افغانستان د ضعیفو نظامونو له وجې نه خپل ځان ته زیات امتیازات لاسته راوړي، د افغانستان له ځمکې نه او د افغانستان له فضا نه د خپلو ملي منافعو په خاطر باندې ګټه ترلاسه کړي.
این در حال است که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان و عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان همین هفته روان از امارت اسلامی خواهان اقدامات جدی در برابر تی تی پی گردید و همچنین حکومت سرفراز را با عملی نمودن کامل توافقنامه دوحا فراخواند. اما امارت اسلامی ناامنی اخیر در پاکستان را نقطه ضعف و ناتوانی ارگانهای امنیتی نظام پاکستان در بخش تحکیم امنیت خوانده و گفته است که اکنون این کشور در تلاش است تا ملامتی ضعف خود را بالای حکومت افغان بیاندازد. در امتحان کنکور سال روان باز هم به دختران اجازه اشتراک داده نمی شود. اداره ملی امتحانات می گوید بر اساس مکتوب فرستاده شده از سوی وزارت تحصیلات عالی در امتحان کنکور امسال تنها پسران به پوهنتون ها جذب می گردند. به گفته مسئولین اداره مذکور تنها مسئولیت عقض امتحان را دارد و به هدایت اداره های مربوطه امتحان را ترتیب و عقض می نماید. شماره از دخترانی که از قبل برای امتحان کنکور آمادگی گرفتند روی این تصمیم انتقاد می کنند و از حکومت خواهان حق خود هستند. بعد از مسدود ماندن درب مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران، بر اساس یک تصمیم تازه یک بار دیگر دختران از اشتراک در امتحان کنکور سال روان منع شدند. هرچند وزارت تحصیلات عالی به وضاحت از آدرس خود چیزی نگفتند، اما اداره ملی امتحانات میگوید که بر بنیاد یک مکتوب فرستاده شده، تنها برای آنان اجازه جذب محصلین ذکور هدایت داده شده است. در امتحان کنکور سال روان از سوی وزارت تحصیلات عالی تنها مکتوب برای جذب محصلین ذکور آمده است. این کار وزارت تحصیلات عالی است که از کی امتحان است کند و از کی نه. در این بخش اداره ملی امتحانات هیچ کدام مسئولیتی ندارد. شمار از دخترانی که برای امتحان کنکور سال روان آمادگی گرفته و بی صبرانه لحظه شماری می کردند، بر تصمیم اخیر حکومت ابراز تأسف دارند و می گویند که با گذشت هر روز دروازه های تعلیمی برای آنان مسدود می گردد. اول خود زمان در مکتبان درازی بندی شوی و بدی خبر سر مونگ دیر زیاد دیخمن شوی و خو مونگ بیا هم یو هیل لرلا چی پازموینه که بگردون که و یو خوب پانزری تا با پراتلین که کامیابی گو و سویل شوی دی چی دا انجونی نشی که ولی کانکور از موین که گردونو که دا خبر مونگ لپار دیر زیاد خوشینه اون که خبر و زکر مونگ دیر زحمتون و سل درسون ملوستی و کورس تطلیل و پکور که مونگ درسون ملوستی و خو و سل مونگ تا اجازه نرا کول که چی پا کانکور از موین که گردونو که دا چی یو زل بیاد انجونو پر مخ یاو بلنده نهیل دروازه هم پرانستل شوا یاو دی هیل دروازه بیا ورطا بنده شوالا دا چې سخ کال انجونی نشی که ولی کنکور از موینه که گردون وکری نو واقعا دا دیر دا تاسوب خبره دا او مو خپلا وربانده دیر خوشینی و پریده چه انجونی درسو وایین ولی که کافری یا موگوسو یا تاسوب. تحلیل این است که هر نوع مانع و تأخیر در برابر تعلیم دختران غیر قابل قبول است و امارت اسلامی مسئولیت دارد تا حق این قشر بزرگ جامعه را تأمین نماید. د خزو په وړاندې دغه محدودیتونه د کار د زده کړې د تحصیل دا محدودیتونه او د دوی پر مخ د پوهې د دروازې بندولو که هغه د پوهنتون دي یا د مکاتبو دي دا د دوی پلان دی او دا بهانې دي چې ملت په دې باندې خطا باسي او ملت دې باید په دې خطا هم نه وځي او نه ملت په دې خطا وځي. د 1906 لسیزې هغه افغانستان چې دوی غواړي دا په هیڅ ډول امکان نه لري، اوس هغه پخوا وخت هم نه دی. تلاش نمودیم تا در مورد همین موضوع با مسئولین وزارت تحصیلات عالی صحبت نماییم، اما حاضر به ابراز نظر در این زمینه نگردیدند. در امتحان کنکور سال روان برای دختران در حال اجازه اشتراک داده نمی شود که قرار است امتحان کنکور سال روان به تاریخ 28 سرطان عقص گردد. امتحان کنکور سال 1402 که در 5 مرحله عقص می گردد تا کنون برای 150,000 تن که تمامی آن را طبقه ذکور تشکیل می دهد فرم ها توزیع گردیده است. مبارزه امارت اسلامی علیه مواد مخدر مورد قدردانی قرار گرفته است. برخی از سایت های خارجی در این اواخر مبارزه امارت اسلامی را علیه مواد مخدر موفقانه خوانده و اضافه نمودند که با این امر نگرانی های جامعه جهانی تا حد کاهش یافته است. از سوی همکارشناسان میگویند حکومت سرپرست باید برای دهقان بدیل کشت مواد مخدر را در دسترسشان قرار دهد.
مواد مخدر من حیث یک تهدید و چالش بزرگ در چندین دهه گذشته برای افغانستان بوده و ارتباط مستقیم با ناامنی و جنگ در کشور داشته است. به تازگی مجله ساوت آسیا در گزارش خود نگاشته است که در یک سال گذشته کشت مواد مخدر 99% کاهش یافته است و بر علاوه کشت گندم در این کشور نزدیک به 100% بلند رفته و در کناران واردات نیز 30% کاهش یافته است. از سوی همکارشناسان مبارزه امارت اسلامی با مواد مخدر را ستایش نموده و اضافه می نمایند که مبارزه جدی در این راستا صورت گرفته است. سیاست گذاری های امارت اسلامی در خصوص کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان تاثیرگذار بوده است و روند رو به نزولی داشته است. از سوی همکارشناسان امور از حکومت سرپرست می‌خواهند که به منظور مبتلا نشدن دوباره افراد به مواد مخدر ابتدا از کشت آن جلوگیری نموده و برای دهقین تخم‌های اصلاح شده را توزیع و در کنار آن برای جوانان زمینه‌های کاری را نیز فراهم نماید. دغه په خاطر باندې چې د غنمو ضرورت په افغانستان کې زیات دی، لازمه ده چې حاکم نظام دی باید غنمو د قاچاق څخه خصوصا پاکستان او نورو ګاونډي هیوادونو ته دغه مخنیوي وکړي. ځکه کله چې د غنمو حاصلات راوځي د غنمو نرخ تر ډیره ټیټیږي او له دغې فرصت څخه استفاده باندې ځینې تاجران د غنم په قاچاق او یا هم په مختلفو شکلونو باندې بهرنیو هیوادونو ته صادروي، چې له دې لارې بیا وروسته همدا غنم د وړو په شکل باندې بیرته هیواد ته راځي او په لوړ نرخ باندې په افغانستان کې پلورل کیږي، چې دغه حالت هم په مجموع کې د افغانستان د غنمو تقاضا پر برخه کې خپل تاثیرات لري. نو لازمه ده چې په دغه برخه کې باید هم کوټلي او جدي اقدامات وشي. همزمان با این دکتران توصیه می نمایند که در هنگام درمان بیماران برای معتادین توجه خاص صورت گیرد و برای آنان زمینه کاری نیز ایجاد گردد تا به دلیل بیکاری و فقر مجبور به استفاده دوباره مواد مخدر نگردند. اولا در تداوی مواد مخدر چیزی که بسیار مهم است بستر کردن مریض است. باید دولت به سطح دولت شفاخانه کافی داشته باشیم، چون تعداد معتادین ما از میلیون به میلیون رسیده. بنابراین تماما معتادین باید بستر شود و در خود بستر دکترها دکتر صاحبا موجود می باشند و با وقت و زمانش دوا برش برسد تا این تداوی گردد. دوم در خود اینمی شفاخانه ها ما باید چندین یونت داشته باشیم که یک از یونت های اینا باریزنا باید یونت تمرین دادن و یونت که اینا خوش داشته باشند، مثلا موسیقی. در حالی که در امارت اسلامی موسیقی از لحاظ شریعت من است، بنابراین میتونه که دیگر چیزها جاگزین این مسئولیت شد. بس از آمار منتشر شده از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، در حال حاضر حدود 3 میلیون تن معتاد به مواد مخدر در افغانستان است. اما حکومت سرپرست پروگرام معالجه معتادین را در این اواخر روی دست گرفته و در پرتو این برنامه ده ها هزار معتاد معالجه و به زندگی عادی خود برگشتند. باشندگان شهر کابل از افزایش موترها و بی‌نظمی ترافیکی شکایت می‌کنند. آنها از مسئولین می‌خواهند تا بر وسایط بدون اسناد در شهر به زودی محدودیت وضع نمایند. از سوی دیگر رانندگان دلیل اصلی بی‌نظمی را وسایط می‌خوانند که با داشتن اسناد از ولایات‌ها در کابل رانندگی می‌کنند. اما مسئولین در کنار پذیرفتن بی‌نظمی ترافیکی می‌گویند مشترکاً با شهروالی روی پلان جلوگیری از گشت و گذار وسایط بی اسناد کار می‌کنند. پایتخت کابل شهری که باشندگان آن وقت ناوقت از بیروبار وسایط و بی‌نظمی ترافیکی شکایت می کنند. در این شهر یک بار دیگر شکایت ها افزایش یافته و مردم دلیل اصلی بی‌نظمی ترافیکی را عملی نمودن اصول ترافیکی از سوی رانندگان عنوان می کند. آنان از حکومت می خواهند که به هدف مسئولیت نظم شهری رانندگان را به اصول رانندگی متوجه سازند که تن به این اصول نمی دهند. اصلی از این کس اکثرتا دریورای ما تجربه ندارن، لیسنس ندارن، فقط امی رانندگی را یاد گرفتن دیگه اصول ترافیک نمیفهمن که در کجا استاد کنن، در کجا توقف کنن یا اصلا نمیفهمن. ایجاد رابندی اصلی امی است. از دریورای ما خواهشمند هستیم که باید کورس های دریوری تحقیق کنن تا بفهمن امور ترافیک که در کجا توقف کنن. دی نفوس گنوالای در ورس ورس با نفوس زیادیگی او په ښار کې نظم د بینځي د نظمی راځي او په دې باندې باید وایي چې په کابل ښار کې موټر تر حده زیات دي. نو په دې کې باید خپل موټروان کوم ډرایور چې ده
خو زیاتره داس مشروعان دی اته خپل ډیروري باندې نه پیږي نو دوی باید کوکو کوکی د سرک مابین باندې ونه دریږي تر څو خری بینظمی را منسا کوید. اما برخی از رانندگان دلیل اصلی بینظمی ترافیکی را علاوه از موترهای مرسدس، رکشا و رانندگان می خواند که به شکل غیر قانونی سواری را از کنار جاده ها بلند می کند. آنها از مسئولین می خواهند که به خاطر جلوگیری از ازدحام ترافیکی باید وسایط را که اسناد ولایتی دارند به ولایت های مربوطه اشان بفرستد. 3000 یا 4000 موتر ایراد شهر کابل کار میکنه، پلید جلال آباد کار میکنه، بی قانونی رفتار میکنن، ترافیک زیاد است. ترافیک ما ترافیک شکایت ندارن، ترافیک برای ما خدمت میکنه، کار میکنه، در بار گرمی میخوره، در زمستان خنک میخوره، برای ما کار میکنه، خدمت. مگر مردم هم دریورا ادارن نهال هستن، نهال عزیزن که استاد میکنه چی میگه برو خدا حافظه دیگه کار خودم میکنن. غوره کس ولگ یک نفر پرسان کنی غوره نمیشنه که در کدام نقطه افغانستان هست در این شهر کار بیربار ازده و مردم بخاطر میشنه. ما ترافیک خواهش میکنیم که هرچی قانونی بر مردم رفتار کنه، با موتروان، با کراچی، با دستفروش، با ما ازشان تشکری میکنیم، خوش آمستیم. از سوی دیگر پلیس ترافیک هم به خاطر جلوگیری از ازدحام و بی‌نظمی از سلاشا خبر داده و از رانندگان میخواهند که اصول ترافیکی را مراعت نمایند تا نظم شهری کنترل گردد. نظر موسیب دهی بارا بگم نیست که ما خادم شش صبح تا افتنیم هشت شب با خدمت میکنیم. واقعا دی که تخلف دیگه دلیورا میکنه دیگه. سابق ما یک پارچه جریمه هم داشتیم، حال پارچه هم نداریم. ما دیگه کوشش خدا میکنیم، تب تلاش خدا میکنیم دیگه که او که بی قانونی میکنه کار خودشان از دیگه. ما خود چیز میکنیم، میبریم شرک میبریم، قید میکنیم، بدر چیز میکنیم، چون پارچه جریمه فعلا دسترس ما قرار نگرفته. مسئولین هم بی‌نظمی ترافیکی را در شهر پذیرفته و میگوید مشترکاً با شهروالی روی پلان کار میکند تا جلوی بیروبار موتر و بی‌نظمی در شهر کابل را گرفته باشد. شکایت په جای هم د پدې خاطر چې بیروبار زیات او ګڼګونه ډیره ده، تر پخوا ډیر خلک ډیر زیات سویل پخوا تا فکر کړو لولایتو چې خلک کابل ته نسبه راکړل. نن الحمدلله ټول افغانستان چې ټول ولسوالو چې ولایت ته خلک راځي نو ګڼګونه به ډیره وي، خو الحمدلله ګڼګونه تر ډیره حده پوری کنټرول کړی ده. هغه را بندیان او هغه مشکلات چې پخوا ولو هغه وس نسته. نو نور هم پلانونه لرو، الحمدلله شهروالۍ سره خپل پلانونه شریک کړي دي. شهروال سره محترمه سره خبره کړې ده. ان شاء الله ولاز دي شهروالۍ او دي ګډه کمیټې په ګډه همانګي او په دې په کومک سره به که خدای کول دغه ستونزو ته نور هم رسیدګي وکړو. این در حال است که علاوه از بی‌نظمی ترافیکی در شهر کابل، مردم در برخی از ولایت‌های دیگر از گشت و گذار آزادانه وسایط بی اسناد نیز شکایت می‌کنند. برخی از زنان سرپرست در کابل برای مرفوع سازی نیازمندی های خود به صنایع دستی رو آوردند. این زنان می گویند که برای مرفوع سازی احتیاجات روزمره خانواده هایشان وادار شدند تا صنایع دستی را ساخته و آن را به فروش برسانند. این زنان نبود بازار برای تولیدات و عدم حمایت مالی را از چالش های بزرگ فرارای کاربارشان می دانند. و بعد از تحولات، بعد از 15 آگست که ما در ولایت کابل بی جا شدیم و در ایجه ما آمدیم، بعد از اون ما در ایجه فعالیت داریم. فعلا در کابل امرای 80 دختر خانم 20 نفر کارمند و امرای ما کار میکنن که اونا اجره میگیرن و معاش میگیرن. تا هنوز کسی ما را حمایه نکده. یک دفتر که کیف است ما را سروی کرده بود، یک کم مواد خام به ما کمک شده. دیگه کل کار از دست خود ما است. فقط سرمایه ما از 10000 افغانی شروع کردیم. دیگه یکشان پای ماشین گرفتیم، دیگه شاگردای ماست. تا هنوز نه، چند دفتر آمده سروی کرده دیده رفته، اما تا هنوز حمایت نشده. که خود تا چرت در فتصادی وسی یا زمینه ورته برابر سی، دوی په هر بخش کې کولای سي ډیر توانان ولرته. لکه فل حال موږ سره اتیا نفر کار کوي په څلور مختلفه ټایمو کې، چې هر ټایم کې شل نفر لاس پنځلس نفر موږ شاګردان لرو. دوی ټول د مرۍ په بخش کې، د لاسي صنایع په بخش کې، دوی ټول کې کار کوي، خو فقط داسې استعداد د هر یوې. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس شما و همکارانم وقت بر شما خواهش. الله نگهدار.